محسن شکاری خشم مردم ایران، ایرانیان خارج از کشور و جهانیان را برانگیخت و همین خشم باعث شد که ایرانیان خارج از کشور فراخوان‌های زیادی منتشر بکنن مبنی بر تجمعات اعتراضی در روز شنبه و یک شنبه. ولی ایرانیان مقیم نیویورک منتظر نموندن و روز جمعه اینجا مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل جمع شدن تا خشم خودشون رو فریاد بزنن. معترضینی که اینجا جمع شدن میگن که جمهوری اسلامی با اعدام معترضین در ایران فقط داره ترس خودش رو نشون میده، وگرنه این اعتراضات در ایران فروکش نخواهد کرد و مردم به اعتراض خودشون ادامه خواهند داد. همونطور که میشنوید معترضین دارن اینجا در بیرون از دفتر نمایندگی سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واقع خشم خودشون رو فریاد میزنن. این معترضین میگن که روز شنبه و یک شنبه هم در تجمعات شرکت خواهند کرد و صدای مردم داخل ایران، صدای خیزش انقلابی در ایران خواهند بود و نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی به اعدام‌های خودش ادامه بده و معترضین رو اعدام بکنه و دادگاه‌های نمایشی برگزار بکنه. معترضینی که اینجا هستن اشاره می‌کنن به اینکه این دادگاه‌ها و این حکم‌های اعدام خلاف تمام قوانین بین‌المللی هست، خلاف ارزش‌های اسلامی هست و جمهوری اسلامی داره با سرکوب کردن این اعتراضات، با این حکم‌های اعدام فقط خشم مردم ایران رو بیشتر می‌کنه و این اعتراض‌ها و این خیزش انقلابی هنوز به قوت خودش باقی خواهد بود تا مردم ایران به آزادی برسند و کسانی که داخل ایران هستند و خارج از ایران هستند به اعتراض‌های خودشون ادامه خواهند داد. مریم رحمتی، نیویورک.